تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می‌کند. سلام به شما مخاطبین عزیز تیوی پلاس، افتخار می‌کنیم که ما رو برای تماشا انتخاب کردین. در خدمت یک هنرمند درجه یک، یک بازیگر شناخته شده و پرسابقه هستیم که این روزها به خصوص با نقشی که در واقع ایفا میکنن نگاه ها رو خیلی به سمت خودشون جذب کردن، جناب آقای حسام منظور که شازده معروف سریال بانوی امارت هستن. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوشحالم که یک فرصت دیگه در تیوی پلاس پیش اومد که با شما صحبت کنیم، چون قبلا هم گفتگویی داشتیم. خیلی ممنونم از شما و وقتی که گذاشتید و قرار گپی که بزنیم. که بیشتر از 20 سال هستش تئاتر داره کار میکنه، ماجراش با بازیگری از کجا شروع شد؟ شما تو چه خانواده‌ای بزرگ شدین؟ پدر مادر آیا کار هنری میکردن؟ چند تا بچه بودین؟ چی شد اومدین به این سمت و سو؟ من از بچگی خب به هنر علاقه داشتم. بله. و خب با نقاشی درگیر بودم، خیلی به نقاشی علاقه داشتم، به ادبیات خیلی علاقه داشتم، تئاتر هم کار میکردم تو مدرسه و حتی فیلم هم یادمه که تو سنین 5-6 سالگی بازی کردم. حتی خب اون موقع ما شهرستان بودیم و اونقدر امکانات کار تئاتر و سینما نبود، ولی این علاقه رو سعی میکردم با مطالعه کردن و دیدن جبران کنم این کمبودها رو، تا بالاخره در واقع وارد دانشگاه شدم در رشته تئاتر و خیلی جدیتر شد برای من و همزمان هم در سازمان دانش آموزی تهران شروع کردم به کار کردن. سازمان دانش آموزی تهران یک مجموعه ایه که زیر نظر آموزش پرورشه و فعالیت های فرهنگی میکنه. ما در واقع دفتری که در خیابون شریعتی هست، الان هم هست در واقع، بله، روبروی حسینی ارشاده در واقع یکم پایین تر، فعالیت تئاتر اونجا شروع کردم با تعدادی از دوستان و بعد هم که با کانون فکری پرورش کودکان کار کردیم و بعدم تو دانشگاه دیگه خیلی جدی تر شد دیگه کار بازیگری. تو بچگی چی میدیدین؟ چه فیلم و سریالی الان یادتونه که مثلا محبوب شما بود؟ چه بازیگری برای شما اسطوره بود؟ حالا اصلا خارجی، ایرانیش، اینا مهم نیستش. این عشق میخوام رد پاشو پیدا بکنیم. آره خوب، که چجوری شکل گرفت؟ یکم محدوده دیگه، الانم به همین صورته، ولی من سعی میکردم که اون موقع با در واقع فعالیت‌های مختلف خودم سرگرم کنم. تو اون شهر ما بودیم ارومیه، خب یکی دو تا سالن سینما داشت. البته ارومیه شهر نسبتاً فرهنگیه. بله. و بله، اتفاقاً تو همون برهه‌ای که من اونجا بودم در کودکی یادم خیلی از فیلم‌های سینمایی تو ارومیه ساخته می‌شد. چه جالب. و بازیگرا رفت آمد داشتن، گروه‌های فیلمبرداری رفت آمد داشتن به صورت مداوم و من سعی میکردم که برم ببینمشون حداقل از نزدیک. و خب کانون سینماگران جوان وجود داشت تو ارومیه، تئاتر هم کمابیش اجرا میشد مثل همه شهرستانهای دیگه، ولی خب به قول شما همیشه محدودیت وجود داره. من خیلی اون موقع کتاب میخوندم و سعی میکردم که فیلمایی که میاد رو پرده رو برم ببینم. البته خب تو دهه 60 ما سینمامون یکم رفته بود سمت اکشن اگه یادتون باشه، یعنی فیلمایی که ساخته میشد خیلی فیلمای بیشتر تو ژانر اکشن بود. هنوزم عقاب ها اینا پرفروشه. آره. تاریخ سینما ان آقای جمشید هاشمپور عزیز که آره ولی من یادم اون موقع ما از دبیرستان که می اومدیم من بارها می رفتم یه فیلمو، چون انتخابا محدود بود و یه فیلم ممکن بود 3-4 ماه در واقع تو سینما اکران بشه برخلاف الان. الان خیلی زود. چقدر اتفاق قشنگی بوده. گاهی اوقات یه فیلمه یک سال من یادمه. الان تا میای یه فیلمو برنامه ریزی کنی بری ببینی تموم شده دیگه، از رو پرده برداشتن. آره و من شاید بعضی از این فیلم‌ها رو مثلا چندین و چند بار میرفتم میدیدم، شاید بالغ بر 20-25 بار میرفتم میشستم این فیلم رو میدیدم. کدوم مثلا 25 بار؟ فیلمایی که اون موقع بودن مثلا رو سینما بودن، مثل فیلم تاراج یا فیلم یه فیلمی هست به نام افعی. اکثرا هم آقای افعی رو یادمه قشنگ، تاراج هم یادمه. آره این فیلم‌ها معمولا خیلی رو، خب سینمای اون موقع به همین صورت بود یا اوقاپا. و خب ما این فیلم‌ها رو زیاد می‌دیدیم، ضمن اینکه خب اون موقع ویدیو هم تازه اومده بود و یه چند تا فیلم همیشه تو همه خانواده‌ها وجود داشت، مثل برباد رفته مثلا خیلی دیده می‌شد. بله. و چند تا فیلم قدیمی. خب یه خوبی داشت، ما این فیلم‌ها رو دفعات زیادی می‌دیدیم، یعنی انقدر می‌دیدیم که فیلم‌ها رو همه زیر و بمش رو حفظ می‌شدیم
بعد برای هم تعریف میکردیم فیلم ها رو، یادمه. یعنی اون موقع که بچه بودیم میگفتیم تو این فیلم رو دیدی، بعد میشستیم با جزئیات برای هم تعریف میکردیم. حتی یادم ما یه صحنه هایی از این فیلم ها رو تو کوچه با هم بازی میکردیم، یعنی سعی میکردیم اون صحنه‌ای که تو فیلم هست رو شبیه سازی کنیم. بازی های کودکانه بود، همش جهان کودکانه است. به نظر من این ویوه از همون کودکی شروع میشه، یعنی اینکه تو میخوای یه چیزی رو تقلید کنی، یعنی شبیه سازی کنی، بازیش کنی، و خب این بعدا خب یه ذره حرفه‌ای تر میشه دیگه توی سینما. عشق فیلم ها همه کیمیایی باز هم بودن یادتونه؟ آره. مثلا خب... یه چند تا کارگردان بودن که حالا مثلا آقای مهرجویی، آقای کیمیایی. من فریدون گلرم خیلی دوست دارم. تو بچگی باهاش آشنا شدی؟ بله. من چون مثلا من کندو رو بزرگسال بودم دیدم. آره. نه من تو سنین نوجوانی کندو رو دیدم و خیلی دوست داشتم فیلمو. بارها و بارها این فیلم رو دیدم. فیلم هنوزم قابل دیدن هست، انقدر فیلم ساختار قصه خوبی داره. و آقای کیمیایی هم خب دنبال میکردم فیلماشونو، و همینطور آقای مهرجویی. خب همه اینا کارگردانی برجسته دهه 60 بودن و دهه های گذشته، و ما سینما رو با اینا شناختیم و خیلی جدی شد برامون. کندو انقدر خوبه که تو یا فیلم آقای کیمیایی، ویسر، گوزن ها، آدم دوست داره رجوع کنه به این فیلم ها و ببینه. نمیدونم چرا انقدر خوبه قصه این فیلم ها و چرا امروز ما نمیتونیم قصه های جذاب. یه بخشیش فکر کنم برمیگرده که ما امروز دیگه قهرمان نداریم تو سینما. شاید اون سینمای قهرمانانه میتونه در بستر زمان هی خودشو بازتعریف کنه، مردم دوست دارن، ولی امروز دیگه سینما از قهرمان خالی شده، بیشتر موضوعات روزمره. من یه چیزی خودم در مورد سینما همیشه دوست دارم، سینما و تئاتر ما رو به یک جهان رویا ببره، چون ما تو زندگی عادی داریم زندگی میکنیم دیگه. ما فیلم میبینیم یا تئاتر میگیم یا رمان میخونیم بابت اینکه وارد یک جهان رویا بشیم، یک جهان تخیل، که ما از این دنیا کنده بشیم برای لحظاتی. اینم میشه یه نگاهی باشه. البته اینم که گاهی خودمون و قصه های زندگیمون هم میبینیم، اینم میتونه جالب نه برای من جالب نیست. من اصلا مدل سینمایی که بخواد زندگی روزمره خودم رو که دارم توش زندگی میکنم و نشون بده جذابیتی نداره. من واقعا سینما برام یه سینمایی که منو وارد یک جهان دیگه بکنه. خیلی ملودرام اجتماعی برام جذاب نیست، چون امتداد زندگی خودمه، چیزی به من اضافه نمیکنه، منو وارد جهان تخیل و رویا نمیکنه، همون چیزی که تو زندگی هست داره نشون میده. به خاطر همینم این نوع فیلم‌ها رو یکی دو بار بیشتر نمیشه دید، چون داری زندگیش میکنی، چیزی به تو اضافه نمیکنه. نظر شخصی منه، من سینمای قهرمانانه رو بیشتر دوست دارم. سینمایی که قهرمان داره برای من همیشه جذابه، جذابیت بیشتری داره. فکر کنم برای مردم هم به همین صورت. شاید یه توفیقی که بانوی امارت هم الان پیدا کرده دقیقا همینه که اولا که اون جهان دیگه ایه که شاید ما خیلی ازش چیزی نمیدونیم و خیلی برامون جالبه، اون خانه های قدیمی، اون لباس ها، شازده قجری و خانوادش. و به اضافه اینکه قهرمان داره، یعنی خود شازده، و عشق داره، چیزی که الان توی فیلم ها خیلی کم میبینیم. مسئله عشق و خیلی کم رنگ هستش، ولی یه سریالی که به هر حال عشق بین اون زن و مرد اصلی داستان و مصیبت ها و مسائل و مصائب این دوست داشتن رو تو این داستان میبینیم. چقدر تاثیر گذاشت تو انتخابی که شما داشتین برای یعنی فیلم نامه؟ اصلا چجوری این پیوند شما آقای حمید نژاد اتفاق افتاد؟ خب فیلم نامه که خیلی جذاب بود، من اولش خوندم، بسیار دقیق و مهندسی شده فیلم نامه نوشته شده. آقای جوانمرد با آگاهی به فنون روز این فیلم نامه رو نوشته. بله. فیلم نامه نیست که دوچار یک قصه یک نواخت بشه، مدام تو سه چهار قسمت قصه عوض میشه، قصه های فرعی بهش اضافه میشه. خب جذاب بود. من روزی که رفتم دفتر رو با آقای حمید نژاد صحبت کردم و فیلم نامه رو به من دادن، همون شبش فیلم نامه رو شروع کردم به خوندن و مثل یک رمان تا انتها خوندم فیلم نامه رو. اولین بار بود شما رو میدیدن یا از قبل آشنایی؟ نه، من و آقای حمید نژاد ندیده بودم. دنبال بازیگر میگشتم برای این نقش. خب یه تعداد زیادی هم از بازیگر رو دیده بودن، ولی مثل اینکه انتخاب نشده بود این نقش تا من رفتم. یه گفتگوی کوتاهی داشتیم و آقای حمید نژاد در واقع به من پیشنهاد رو دادن و بعد فیلم نامه رو به من دادن. خب فیلم نامه بسیار دقیقه و ضمن اینکه قصه خیلی خوبی داره. یه چیزی هم من بگم، ما خیلی کم به برخی از برهه‌های تاریخی پرداختیم. یکیش همین دوره پایان عهد ناصریه. خیلی کم تو سریال پرداختیم.
جای اینجور سریال خالیه دیگه تو تلویزیون، حتی جای موضوعات عاشقانه خالیه. ما خیلی از آثار تلویزیونیمون اون جذابیت لازم رو نداره. تو قسمت‌های اول شما وقتی سریال‌های خارجی رو نگاه می‌کنی، در همون سکانس‌های اول، در همون قسمت‌های اول جذابیت رو برای مخاطب ایجاد می‌کنه و این جذابیت باعث میشه که مخاطب سریال رو دنبال کنه، بعد اون وقت پیامش هم میده. ما فکر کنم ما کانسپت هامون باید یه مقدار تغییر کنه تو سریال سازی. باید بریم سراغ موضوعات جذاب و فضای بصری جذاب. واقعا بیتاروف اگه بخوایم بگیم تا امروز موفق نبودیم، حداقل تو دهه گذشته، تو جذب مخاطب. این چیزی نیست که من بگم، ما کمتر تونستیم سریالی بسازیم تو 10 سال گذشته که با استقبال عمومی مواجه بشه. خیابون خلوت کنه. یه مقدار ما از کشورهای اطرافمون عقب افتادیم تو سریال سازی. اونا الان خوب یاد گرفتن، دارن میسازن، هرچند خیلی از موضوعاتشون ممکن مبتذل باشه، ولی حداقل در فرم و در کانسپت جذابیت ایجاد میکنن برای مخاطب. به خاطر همین روز به روز دارن این جذابیت رو گسترده میکنن، تاثیرگذاری میکنن رو کشورهای اطرافشون. به نظر من ما هم باید بریم به این سمت. دو تا مسئله اینجا مطرح میشه. یکی این که چرا ما نمیتونیم سریال جذاب بسازیم؟ و البته من خیلی با شما موافق نیستم، و شما فکر کنم سریالای جذابی داریم که حالا دونه دونه اسم میبرم. و دوم این که چرا سریال تاریخی معمولا با یه توفیقی مواجه میشه؟ یعنی شما نگاه کنیم، ما از سربداران تا ابن سینا تا سریال هایی که در مورد ائمه ساختیم مثل امام علی تا روزی روزگاری، اینا همه با یه استقبالی مواجه خب شده. خود شما دارید الان فکتایی میارید مربوط به 30 سال گذشته، پس حرف خودتون رو نقض میکنید. من صحبتم راجع به 10 سال گذشته بود. ما در 10 سال گذشته سریال نه اینو در مورد سریال تاریخی داشتم با کیفیت مثلا داشتم گفتم چرا مثلا شب دهم مدار صفر درجه شهرزاد. سال گذشته میتونید مثال بیارید راجع به سریال مستاق بیارید که مثل هزار دستان باشه، مثل سربداران یا کوچک جنگلی، مثل تفنگ سرپور یا روزی روزگاری باشه. من صحبتم راجع به 10 سال گذشته است. ما در دهه 60 سریال خوبی داشتیم. در 10 سال گذشته فکر کنم فقط شهرزاد این توفیقو داشت. در تلویزیون عرض کردم. آره، به طور کلی سریال من. شما در تلویزیون کمتر مستاقی میتونید پیدا کنید سریالی که اون جذابیتی که در دهه 60 ایجاد شده رو ایجاد کنه. به بابت اینکه ما عقب افتادیم، ما نتونستیم به روز بشیم. ما هنوز به سبک و سیاق 20 سال گذشته داریم سریال میسازیم، 30 سال گذشته میسازیم. ببینید یک مجموعه تلویزیونی برای اینکه موفق بشه باید در یک ساختار درست ساخته بشه. بله. یعنی تعریف بشه حداقل. یه مقدار من فکر کنم ساختارهای سریال سازی باید در ایران تغییر کنه. ببینید در کشور اطراف ما و در جهان کمپانی ها دارن این کارو میکنن. بخش خصوصی داره این کارو انجام میده. به خاطر همین و چون عرصه رقابت وجود داره، کمپانی‌ها مجبورن با هم رقابت کنن. بنابراین کیفیت ناخودآگاه چه بخوان چه نه به وجود میاد. ولی همونطور که تو ایران هم بخش خصوصی به نظر من موفق بوده توی ساخت سریال، حداقل چند تا نمونه خوب حداقل در سال‌های اخیر تونسته یه رقیب جدی برای تلویزیون بشه. آره، و این من فکر می‌کنم که تلویزیون هم اگر می‌خواد از این قافله عقب نمونه باید یه تغییرات اساسی. من فکر می‌کنم حلقه گمشده ما درامه. ما باید درام‌های جذابی ارائه بدیم. یک هم همه سریال‌ها شبیه هم شده، اینو من یه جای دیگه هم گفتم. یعنی اکثر سریال‌هایی که تو تلویزیون پخش میشه همه، یا حداقل بگم غالبشون، شبیه به همه. ما تنوع ژانری تو سریال سازیمون نداریم، یا فقط سریال ملودرام یا ملودرام خانوادگیه، یا این وسط هم حالا یه سریال تاریخی ساخته میشه، در حالی که ما ژانرهای مختلف باید داشته باشیم. ژانر معمایی، ژانر جنایی، ژانر پلیسی، اینا همشون جذابیت ایجاد میکنه. داشتیم هم یه زمانی. بله. مثلا وقتی سر نخو داشتیم، بله، سریال خوبی بود، سریال خیلی خوبی بودش. بله. ولی انگار دیگه بعدن تکرار، اصلا انگار ضعف قصه پیش اومد. بله. یعنی الان چیزی که بانوی امارت رو قوی میکنه همین درامیه که شما میفهمید. یه نکته هم هست، ببینید امروز دیگه 20 سال گذشته نیست که به قول شما دو تا شبکه تلویزیونی وجود داشت. امروز با نسل دهه 70 ما مواجهیم که سریال‌های روز دنیا رو می‌بینن به راحتی. دیگه الان شما یه فیلمی یا سریالی اونور پخش میشه، شما تر کمتر از 24 ساعت میتونید اینجا ببینید اون سریالو. خب و دقیقا. مقایسه میکنن. ما باید تو قصه گویی به روز بشیم و باید توی همه چی، خب ما در کارگردانی، بازیگری، باید در همه چیز باید بتونیم رقابت کنیم که مخاطب شبکه رو عوض نکنه. خب
بابت این باید یه فکر اساسی بشه. بازیگری الان شما فکر میکنین که چه تغییری باید اتفاق بیفته که ما بگیم بازیگری ما به روز شده؟ اتفاقا بازیگری جزء مواردی که من فکر کنم که نسبت به موارد دیگه پیشرفت قابل توجهی داشته، به روزتر بوده. ما الان سطح بازیگریمون بد نیست در ایران، ما بازیگری بسیار خوبی داریم، مخصوصا بازیگری که تو نسل جدید هستن. ما یه دوره‌ای دچار نقصان شد بازیگریمون، دهه 70. ما قبل از دهه 70 بازیگری بسیار خوبی داشتیم که از دل صحنه تئاتر میومدن. یه نگاهی تو دهه 70 اومد تو سینما و تلویزیون که خب بازیگرا رو از صحنه انتخاب نمی‌کردن دیگه ضرورتاً، ولی دهه 90 باز خوب شد، یعنی باز رفتن سراغ بازیگری تئاتر و الان هم بهترین بازیگر سینما و تلویزیون به نظرم بازیگر تئاتر هم حداقل اگه بخوایم 10 تا اسم ببریم 9 تاشون بچه‌های تئاتر. اصلا فکر کنم ثابت شده است که به هر حال بهترین محل برای شروع برای بازیگر تئاتر، یعنی دیگه انقدر امتحان پس داد است این مسئله که نمیشه بهش شک کرد. بله، بازیگری در واقع تئاتر مکتب بازیگر سازه. بازیگری به روزه، هرچند من یه مقدار آموزش بازیگری در ایران رو الان دچار ایرادات می‌بینم. ببینید، ما یک زمانی معلم‌های بازیگری خوبی در ایران داشتیم، شاهین سرکیسیان، مرحوم حمید سمندریان و آقای احمد داوود. خب این سه نفر خب دانش آموخته خارج از ایران بودن. آقای سمندریان از آلمان اومده بود، آقای احمد داوود خب دانش آموخته اکتورز استودیو بود. اینا میتونستن بازیگری رو به نحو احسن در ایران آموزش بدن و شاگرده بسیار خوبی هم تربیت کردن. خب آقای سمندریان که متاسفانه فوت شدن، آقای داوود هم خیلی الان به مسئله تدریس نمیپردازن. خب الان اون بازیگری رو کی داره درس میده در ایران؟ هستن کسانی که درس میدن، ولی الان ما تعداد زیادی از آدم‌ها رو میبینیم که در ایران دارن بازیگری درس میدن، در حالی که خیلیشون حتی تجربه حضور جلوی دوربین یا صحنه رو ندارن. خب این به نظر من یکم فاجعه آمیز اگه نگیم خیلی بده. تعداد زیادی هنرجو داریم، تعداد زیادی علاقه‌مند داریم که دوست دارن تو کلاس‌های بازیگری شرکت کنن، و ولی مربی به این مربی خوب به تعداد لازم نداریم در ایران که بتونن بازیگری رو به خوبی درس بدن. خب این یه ضعفه به نظر ما. ما باید تو آموزش بازیگری یه مقدار بیشتر کار کنیم، خیلی مهمه اگه می‌خوایم برای نسل‌های بعد بازیگری خوبی تحویل بدیم. خود تئاتر هم الان یه ذره دچار مشکل شده، بابت اینکه یه زمانی تئاتر مدرسه خیلی خوبی بود، یعنی آدم ها جمع می شدن اونجا و تئاتر کار می کردن، 6 ماه یک سال تمرین یک نمایش طول می کشید. ولی الان می بینیم که تئاتر هم تجاری شده و پروسه تولید 1 یا 2 ماهه. تازه تو این 1 یا 2 ماه خیلی فرصت به جوانای تئاتری نمی دن و خب این باعث میشه که خود تئاتر هم از اون حالت مدرسه دیگه اومده بیرون. من فکر کنم اگه به همین روند ادامه بدیم ما در آینده حتما دچار مشکل میشیم تو آموزش بازیگری، چون که بازیگر جدیدی تربیت بکنیم. این تمام حرفی که من می‌خواستم بزنم. چقدر طول کشید فیلم برداری بانوی ما رو تا زندگی افتادین دیگه همش از این شهر؟ آره من یک سال نزدیک یک سال درگیر این پروژه بودم، به خاطر اینکه نقش اصلیش هم بودم ناچار بودم مداوم باشم، یعنی فرصتی نداشتم برای استراحت. یعنی از 12 مهر سال گذشته شروع شد تا 12 مهر امسال من به صورت کامل تحت اختیار این پروژه بودم. خب پروژه سنگینی بود، کار تاریخی به سختی خودشو داره نسبت به کارهای امروزی. اصولا آقای حمید نژاد هم کارگردان سختگیریه، به شدت حساس رو خیلی از جزئیات. خود من هم همچین نقشی تا حالا بازی نکرده بودم یا حتی شبیه به این بازی نکرده بودم، حتی تو تئاتر. بنابراین دشواری های سختی داشت. البته شانس خوبی که من آوردم این بود که گروه بسیار خوبی در کنار هم جمع شدیم. گروه بزرگی هم باید داشته باشه این کار. گروه بزرگی بود. البته یه چیزی من بگم، این اواخر از من سوال کردن که جایی هم خوندم که مثلا اینکه بودجه زیادی به این کار دادن. نه، اصلا بودجه زیادی به این کار ندادن. شاید تعجب کنید این کار یه ذره کمتر از این سریال آپارتمانی بودجه داشته. بله. و خیلی فکر نکنم بودجه سنگینی تو این کار بوده. بکنم شاید یکم فقط بحث لباس و اینا سنگین تر از کارهای دیگه، چون
لوکیشن خاصی برای این کار ساخته نشده اونطور که ما می‌دونیم، یعنی لوکیشن‌های بسیار زیادی برای این کار ساخته شده. چجوری پس کم هزینه بوده؟ چون معمولاً اونا هزینه می‌بره دیگه. خب گروه فداکارانه کار کرد، یعنی سعی کرد با کمترین امکانات بیشترین کیفیتو ارائه بده. خب طراحی خیلی خوب این کار داشت، طراحی گیریم فوق‌العاده آقای اسکندری، مجید اسکندری، طراحی لباس خانم ژاله زکی‌زاده، طراحی صحنه آقای پیرو، این طراحا بسیار کمک کردن به ایجاد این فضا با کمترین امکانات. ما حتی در بعضی از موارد تو تامین شاید کوچکترین اکسسواری که نیاز داشتیم به مشکل می‌خوردیم و خیلی از مسائل دیگه که من نمی‌خوام راجع بهش صحبت کنم. فقط می‌خوام اینو بگم که این بچه‌ها واقعاً یک سال فداکارانه کار کردن که مردم خوشحال کنن و هممون پای کار وایستادیم. موفقم شدن. این سریال برای من بنزه 10 تا فیلم سینمایی تجربه بود، چون یک سال هر روز شما گیریم بشید و به جلو دوربین و سعی کنید راکوردتون رو حفظ کنید از هر جهت، از لحاظ وزن، از لحاظ حس و حال. خب اینا سخته دیگه، شما نمیتونید توی یه سال چاق یا لاغرتر بشید، شما باید همون روند رو حفظ کنید. به لحاظ حسی باید اون روند رو حفظ کنید، ریتمتون رو باید حفظ کنید. خب اون معماری، اون حال و هوایی که وجود داره، همه اینا تغییر میدادم. من تغییر کردم توی مدت و ریتمم تغییر کرد برای نقش. سعی کردم یه کار بروز ارائه بدم تو بازی. توی بانوی امارت اتفاقی هم که افتاده اینه که یه کار قشنگی اتفاق افتاد در زمینه بازیگری در این کار. خب تعدادی بازیگر درخشان این مجموعه داره، مثل خود شما که خب سالها سابقه بازیگری دارین و بازیگران قوی تئاتر، خانم پانتا پناهی و شبنم فرشادجو و دوستان دیگری که در کار هستن، آقای خدا پناهی و دیگر آقای دوستان، آقای شجاع نوری، خیلی میتونیم بله اسامی زیاد هست، همان واقعا درخشان. یکی از شانسایی هم که من داشتم بود که یک مجموعه بازیگری خوب تو این کار کرد. اکثر بچهای بازیگری که تو این کار بودن یا مدرس دانشگاهن یا دانش آموخته رشته تئاترن. در کنار اینا اون اتفاق قشنگه این بود که به چند تا بازیگر جوان و تازه ورود به این حرفه بها داده شد. از لطف این ماجرا بگین و از سختیش، این توازن رو به هم نمیزد تو بازی ها. کارگردان یکی از کارهایی که باید انجام بده کار با بازیگره و تیم بازیگر رو. من فکر کنم که حمیدنژاد تو این زمینه خیلی موفق عمل کرد، یعنی تونست این تیم رو که هر کدوم از یک جهان دیگه ای داشتن می اومدن، یکی از جهان تئاتر داشت می اومد، حالا یکی دو نفر، بله یه نفر خب از جهان سینما داره میاد، از جهان تلویزیون، همه اینا رو همسنگ کردن کار دشواری. خب آقای حمیدنژاد مثل یک رهبر ارکستر تونست این اتفاق. من یه چیزی هم بگم، ما خیلی گروه بازیگرا با هم صمیمی بودیم، سعی می‌کردیم که در کنار هم باشیم، با هم تمرین کنیم. چه اتفاق خوبی، سکانس به سکانس این کار تمرین شد، این خواست کارگردان بود، اینجوری نبود که هر کسی بر خودش بره بازی کنه و اینا. اون صمیمیتی که تو گروه بازیگرا بود من فکر کنم به جلوی دوربین هم منتقل شد. خیلی تو کار تاریخی سخته دیگه، این همه بازیگر بعد با استایلا با روش‌های مختلف میان، ولی خیلی خوب نشستن کنار هم در واقع اون چیزی که ما داریم نتیجه رو میبینیم. ببین همیشه آثار سینمایی خوب هم آثاری هستند که بازیگراش با هم رابطه خوبی بتونن برقرار کنن، صمیمی باشن و حتی قبل از من یه اتفاق خوبی هم که افتاد، خب قبلا با هم پانتها هم شبنم بازی کرده بودم، مدت هاست با هم کار کرده بودم تو تئاتر، رامتین رو میشناختم، خیلی سال پیش یه کاری با رامتین انجام داده بودم و حالا بازیگر دیگر هم کم و بیش میشناختم، ولی تمام کسانی که بودن ما فکر کنم یک خانواده خوبی تو این کار تشکیل دادیم، از هم حمایت کردیم و هم کمک کردیم تو این کار. این اتفاق خوبی بود، من خوشحالم بابت این قضیه. من یه چیزی هم بگم، یه جایی گفتن چرا امروزی حرف میزنن اینا، بعد من سوال کردم اگه شما زمان قاجار بودی ببینید چه جوری حرف می‌زنن. بعد اصلا اگه خیلی هم دیروزی حرف بزنم ممکنه دیگه نتونم ارتباط با مخاطب، نه یه بدفهمی وجود داره، نوع دیالوگویی در آثار تاریخی، این ممکنه تو خیلی‌ها باشه، اونم اینه که در زمان قاجار چه جوری حرف می‌زدن.
من واقعا اطلاعی ندارم. خب هیچ کس نمیدونه. هیچ کدوم از ما اطلاعی نداریم زمان قاجار چجوری حرف میزدن. من فقط یه وایسی شنیدم که صدای مظفرالدین شاه وقتی فرمان مشروطه رو میخونه که قابل فهمه. اونم اداریه. اون یک نامه اداریه. ولی مثل نامه اداری الان خیلی دور نیست از این زبان. ما پدر بزرگامون که از زمان قاجار میومدن دیگه، یا یک نسل قبل تر حداقل. خب ما اونا رو یادمونه بعضیشون. خب اینا مثل ما حرف میزدن. دایره واژگانشون متفاوت بود. یه سری واژه ها داشتن که ما شاید امروز استفاده نمی کنیم، ولی نوع حرف زدن همونه، مدلش همونه. منظورم محاوره امروز نیست، محاوره بوده ولی در زمان قاجار. من انتقاد دیگه ای رو خیلی شنیدم، اونم این که می گفتن چرا بازیگرایی که دماغشون رو عمل کردن، مثلا ابروشون تتوه، گونه گذاشتن، لبشون تزریقیه، تو نقش تاریخی هم مگه اون زمان این چیزا بوده؟ این یکم سختگیرانه است فکر کنم دیگه، چون خیلی آیا کسی که درگیر یه قصه میشه دقت به این میکنه که دماغ عملیه یا مال خودشه؟ من یه چیزی بگم، این یه مقدار باید راجع به مسئله صحبت کنیم، اونم بابت اینکه ما قرار نیست مستند نگاری کنیم. ما داریم یک اثر درام تاریخی و داستانی میسازیم، نه یک فیلم مستند تاریخی. در هیچ کجای دنیا آثار تاریخی ضرورتاً نعل به نعل مثل خود تاریخ نیستن. خب مثلا من نمونه خارجی، این چند وقت سریال وایکینگ رو دارم میبینم. خب و وقتی به اون سریال نگاه میکنی خیلی چهره های زیبا و با آرایش های خیلی زیبا و لباس هایی که اگه حتما اگه به تاریخ وایکینگ ها برگردیم شاید این آدم ها اون شکلی نبودن. خب یعنی یه شکل شاید کریهتری اصلا داشتن، ولی اونا چی کار میکنن؟ ببینید اثر هنری باید جذابیت بصری داشته باشه. کاملا ما نمیتونیم تاریخ رو عیناً اونجوری که هست نشون بدیم، بیهوده است. خب ضرورتی هم نداره، مردم هم مثلا دوست ندارن ببینن همچین چیزی رو. ما نگاهمون گزیده‌گرا هست به تاریخ و زیبایی شناسان است. ما نمیخوایم یه فیلم مستند. البته تو بعضی آثار تاریخی ممکن این رویکرد وجود داشته باشه، یکی ممکنه بخواد خیلی نزدیک به مستند بسازه. یعنی انتخاب فیلم سازه بستگی داره که چه انتخابی. انتخاب فیلم سازه، انتخاب طراحاست که اون مدل رو برن یا این مدل رو. این قطعا یک نقد بجا نیست به نظر من. یه مقدار هم از بعدش برامون صحبت بکنین. صادقانه انتظار داشتین اینقدر گل بکنه؟ یعنی فکر می‌کردین که چون اتفاق عجیبی در مورد این سریال افتاده، من دیدم خیلی افرادی که اصلا تلویزیونه اینا که ماهواره بینن و این سریال های ترک و هر شب میشینن میبینن و اینا، میزنن تلویزیون ایران و بانوی امارات رو تماشا میکنن و به هم توصیه میکنن و پیگیر هم میگه دیدی دیشب. من بارها تو تاکسی و مترو و خیابون اینا این دیالوگ رو این چند وقته شنیدم که میگه دیدی دیشب مثلا فخری چی شد، اون دیدی چی گفت. خب این یعنی که داره تو کوچه و بازار و بین ما مردم داستان میگرده و پیگیرشیم که چه شد و چه نشد. من جزء کسانی بودم که از روز اول به این پروژه باور داشتم، برای اینکه تو 20 سال گذشته انقدر تجربه داشتم که بتونم کار خوب و از کار نامطلوب تشخیص بدم. من از روز اول به این پروژه ایمان داشتم و میدونستم همچین کاری میکنه، چون قصه بسیار جذابی داشت، کارگردان بسیار خوبی داشت، تیم بسیار خوبی وجود داشت. خب چی میتونست باعث عدم موفقیت این کار بشه؟ ایمان داشتم به اینکه این کار با استقبال مواجه خواهد شد، چون وقتی شما یه فیلمنامه رو میخونید جذبش میشید، اون وقت اگه اون اجرا بشه ببین چه اتفاقی میفته. و اجرا شد با امکانهایی که وجود داشت، به نظر من به بهترین نحو هم اجرا شد. نقدهایی راجبش وجود داره، هیچ اثری نیست که از نقد مبرا باشه. نمیتونیم بگیم یک اثر کامله و هیچ نقدی نمیشه راجبش کرد، ولی خب همین که مردم دارن میبینن از جاهای مختلف دنیا، حالا شما میگید ایران، من پیغام‌های زیادی از جاهای مختلف دنیا، مثلا چند وقت پیش پیغام دادن از ایرانیان مقیم امریکا که میگفتن ما تو این شهری که هستیم همه ایرانی‌ها دارن این سریالو میبینن، یا از اروپا، استکهلم، کوپنهاگ، لندن، کانادا، از جاهای مختلف به من پیغام میدن که ما این سریالو داریم میبینیم. خب این خیلی خوشحال کننده است. کشورهای اطرافمون حتی غیر ایرانی زبان‌ها دارن میبینن. من پیغام داشتم از روسیه، از کشورهای حوزه خلیج فارس، از ترکیه که به واسطه دوستان ایرانیشون البته آشنا شدن با این سریال، ولی الان دارن دنبال میکنن و میبینن. خب این اتفاق خوبیه، امیدوارم که تلویزیون
یه مقدار جدی‌تر نگاه کنه. ما خیلی میتونیم تاثیرگذار باشیم. کشورهای دیگه دارن این کارو میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن و دارن نتیجه‌شو میبینن. ببین مجموعه های تلویزیونی فقط این صرفاً این نیست که مجموعه ساخته بشه و تموم بشه بره کارش. ببین الان همین کشور ترکیه با مجموعه تلویزیونی الان درآمد زیادی کسب میکنه. رو صنعت توریسمش، رو صنایع دیگه‌اش، از پوشاک گرفته تا صنایع دیگه، داره از این راه درآمد کسب میکنه. خب این بخشی از اون ساختاریه که میگم باید عوض بشه. یعنی تاریخش ایجاد حس وطن پرستی و وطن دوستی بله. تو مردمش. بعد کشورش رو پرزنت میکنه. بله خب. و خیلی رو علاقمند میکنه. خب پاشیم بریم ترکیه رو ببینیم چه خبره. خب چه تصاویر زیبایی داره. خب ما که خیلی بهتریم. ولی خب باید یه چیزی رو متوجه بشیم. اونا صنعتی نگاه میکنن به مسئله. نه صرفا فقط خصوصی، اونا دنبال صنعتن، یعنی پول میذارن که برداشت بکنن خب و محاسبات میکنن در موردش، برنامه دارن برای 10 سال آیندهشون، پلن دارن. هر ماه سریال جدیدی در ترکیه شروع میشه به ساخته شدن، فیلمنامه جدیدی نگارش میشه، ایده ها، قصه ها، همه اینا داره اتفاق میفته. خب این باعث میشه که اونا بتونم موفق عمل کنم، با اینکه شاید موضوعاتشون به نظر ما خیلی سطحی و دم دستی باشه. به نظرم باید یه فکر جدیدی کرد. این نشه که یه سریالی ساخته بشه، استقبال بشه، بعد دیگه رها بشه. من یه سوال میکنم، هر جای دنیا بود هر سریالی انقدر با استقبال مواجه شده بود، الان تا سیزن 4ش قرارداد بسته بودن. اصلا قرار بود که سیزن 2ش ساخته شه، چه شد؟ بله منتفی شد. چون ولی خبری نیست فعلا. سال گذشته گفتگویی داشتیم با آقای امین حسین آرمان، اونجا بهشون گفتیم چه خبر و اینا، گفت من یه فیلمنامه خیلی زیبایی دستمه که ایشون هم مثل شما پیش بینی کردن. گفتم مطمئن هستم هم که کاریه که خیلی میگیره بانوی امارت و من در فصل دومش قراره که بازی کنم. اتفاقا امیر حسین من تو تست گیریم هم شد دوم. من اونجا بودم برای ضبط بودیم، امیر حسین اومد برای تست گیریمش هم انجام شد، قراردادشون هم ظاهرا بسته. ولی نکته اینجاست که هر جای دنیا بود الان تا سیزن 4 برنامه‌ریزی شده بود. چون میگن خب یه چیزی که استقبال شده خب چرا نسازیم، ولی الان همین سیزن 2 با مشکلاتی مواجهه. بله. از تأمین مالی گرفته تا 1000 تا مشکل دیگه. خب اینا باعث میشه که ما مخاطبمون رو از دست میدیم. چجوری میشه؟ آخه چرا حمید نژاد باید اینقدر کم کار کنه؟ چرا ازش حمایت نمیکنیم؟ خب این کارگردان که هم کیفیتش رو ثابت کرده، هم برادریش رو ثابت کرده. خب چرا ازش حمایت نمیشه؟ و دیگران و دیگران. خب ما چند تا مگه تو یه کشور میتونیم کارگردان برجسته داشته باشیم؟ به خدا سوئد شاید کارگردانش به اندازه انگشتان یک دست یا دو دست نباشه. خب همه کشورها به همین صورتن هم. ولی از همون تعدادی که هستن حمایت میکنن، روشون برنامه‌ریزی میکنن، ولی ما رها میکنیم، میگیم خب ایشون نباشه یکی دیگه. من فکر کنم ما تنها جایی در دنیا هستیم که یه آرتیست، یک حالا شاید در مورد بازیگرها این بازی مقداری کمتر باشه، در مورد فیلمسازها خودش رو ثابت میکنه، رزومه قوی، افتخارات جهانی و همچنان برای فیلم جدیدش مثل یک بله. فیلمساز فیلم اولی مصائب و مسائل داره. کاملا با شما موافقم. دنبالش بدوه. کاملا با شما موافقم. در مورد بازیگری هم به همین صورته. در همه زمینه‌ها ما در این کشور باید هی مدام خودمون رو ثابت کنیم. یعنی یه کاری میکنیم موفقه، بعد دوباره باید از صفر شروع کنیم. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. یعنی شما وقتی توی کاری موفقی ازتون حمایت میشه و برای کارهای بعدی با شما قرارداد بسته میشه، مگر اینکه یه روزی دیگه خودتون انقدر کارهای ضعیف بکنید که کم کم از اون دایره خارج بشید. تو ایران برعکسه، شما کار ضعیف میکنید ازتون حمایت میشه، کار قوی هم میکنید حالا حمایت میشه یا نمیشه در اکثر مواقع. گوشیتون خیلی این روزا زنگ میخوره مثلا که هی به شما نقش پیشنهاد میشه. خب دیگه فکر کنم شما رو از تئاتر بدزدن، نذارن دیگه شما مثلا برگردیم به این زودیا به تئاتر. من یکی دو سالی که تئاتر کار نمی کنم بله به خاطر شرایطی که خودم هم خیلی دوست ندارم تئاتر. الان ترجیح دادم که کار نکنم تئاتر، چون فکر کنم دیگه امکانهای تئاتر هنری، در واقع تئاتر هنری کار کردن یه مقدار دشوار شده و الان با گذشته خیلی متفاوته. خب من علاقم همیشه تئاترای عمیق بوده، تئاترای به لحاظ معنا، کار جدی بوده تو
کارنامه‌ام و الان یه ذره شرایط متفاوت شده. البته امسال حتما برنامه کارگردانی دارم، یه متنیم خودم نوشتم و به زودی شروع میکنم تمریناشو، چون نمیتونم از تئاتر جدا بشم. تئاتر خونه منه. اونایی که تئاتر کار میکنن میدونن بازیگرای تئاتر اگه تئاتر کار نکنن بدن درد میگیرن اصلا، یعنی یه مدت طولانی اگه کار نکنن. منم باید برگردم به صحنه. آره خب این روزا یه ذره زنگ میزنن و اینا، یه مقدارم انتخاب سخته دیگه. مثلا که یه انتظاری پیش اومده که خب این انتظاره باید تو کار بعدی رشدی بکنه. آره من خودم همیشه تو تئاتر از تجربه‌های جدید استقبال کردم. دوستانی که تئاترای منو دیدن میدونن من تو هر کاری یه شکل و یه مدل جدیدم، نمیخوام تکرار بشم. قطعا کاری که انتخاب میکنم ترجیح میدم متفاوته با نقش 16 ارسلان باشه. از تکرار کردن یک اتفاق خیلی، مثلا همه بازیگرم فکر نمیکنم بازیگری باشه همه فکر کنم آره دوست دارن چالش های جدید به هر حال داشته آره باشن. این در واقع علاقه ما بازیگر است. دوست دارم برم سمت یه موضوع جدید، کاراکتر جدید و ببینم که از پس اونم برمیام یا نه. ولی سخت ها این ظاهر پرتم تراقی که تو این سریال داشتیم به هر حال خیلی مردونه و ترتمیز و اتو کشیده، و این یه دفعه مثلا اگه قرار باشه یه نقشی که خیلی اینو بشکونه. شما ویدئوی چیزو دیدین؟ زندان رو دیدین؟ بله. خیلی ها دیدن منو نشناختن. خب خیلی هم. خب چرا این اتفاق افتاد؟ چون این قالب خیلی شکست. من قبلا این کارو خیلی کردم، اصلا انجام میدم. من دوست ندارم اصلا مدلم یه جور باشه. عاشق اینم که تغییر ایجاد کنم برای کاراکتر جدید. این کلنجار رفتنه با یک کاراکتر جدید و در واقع اون مدل جدیدی که ارائه داده میشه اون خیلی برام جذابیت داره. آقای منظور عزیز، شما دو دسته طرفدار دارین. میدونستین خودتون؟ دو دسته. یه سری طرفدارای شما و بازیتونن، یه سری طرفدارای صدای شما. یعنی این روزا میگن هر نقش خوش صدایی میخوان سری به شما زنگ میزنن، میگن یه کاراکتری هست که این صدا رو لازم داریم. یعنی این خودشه ویژگی جداست. به ما بگین که چرا اینقدر طرفدارتون صداتون طرفدار پیدا کرده؟ خب صدا خیلی، حالا مردم لطف دارن البته به بنده، ولی خب صدا خیلی مهمه در بازیگری. خیلی مهمه. امکان نداره در دنیا شما یه بازیگر خوبی پیدا کنید که صدا، منظورم از صدای خوب یک صدای شیشتونگ رسا تو بازیگری، چون شما بتونی فریاد بزنی، باید بتونی لحظه‌های احساسی رو بازی کنی با اون صدا. ضرورتاً منظورم یه صدای بمه مثلا حجیم نیست، ولی یک صدایی که در اختیار بازیگر باشه خیلی مهمه. البته من همیشه از کار کردن تو رادیو و صدا پیشگی و دوبله و اینا همیشه گریزون بودم، با اینکه پیشنهاداتی هم شده ولی همیشه فرار کردم. خیلی عجیبه چون با این صدا قاعدتاً بعد براتون جالب میبوده اون حوزه، حتی دوبله. آره ولی خب من تجربه کردم در حد یکی یا دو تا کار، ولی اصلا دوست ندارم اون فضا. اون فضا متخصص خودش رو میطلبه، کسی که صدا پیشه هست، کسی که متخصص صدا هست. من کارم بازیگریه، حالا اینکه شاید صدای خوبی هم دارم این لطف خدا بوده و یه بخشیش هم خب تمرینی که ما تو تئاتر میکنیم، اکثر بچه های تئاتر صداهای پخته ای دارن. اصلا نکته خیلی مهمیه، یعنی فکر کنم این چیزی که شما فرمودین در دنیا ما بازیگرایی داریم که ظاهر خوبی ندارن یا حتی صورت خیلی مثلا مورد پسند عمومی ندارن و متفاوتن، ولی 99 صداشون خوبه. یعنی انگار صدا بیشتر شخصیت میده به یه بازیگر تا چهره که حالا آنو داشته باشه کافیه ظاهرا. در این مورد من یه کتابی خوندم این اواخر که بازیگری جلو دوربین های تلویزیونی، کتاب خیلی خوبیه. توی اون کتاب توضیح داره بود صدا حتی از تصویر اهمیتش بیشتره تو سینما. یعنی تصویر که تکنیکای خاص خودشو داره، ولی صدا رو یک فصل کامل صدا رو توضیح داده بود که عجیب بود واقعا بر من، خیلی اهمیت داره. چون این حسه، این حس و حاله، این دیالوگا بالاخره با این صدای قراره اتفاق بیفته. یه بخشش خب چهره است، حالات چهره است، ولی یه بخش زیادیش هم مربوط میشه به صدا. و صدا خیلی هم تو خاطر میمونه. یعنی مثلا شما الان فکر کنین خیلی از ما
اون صدا و لحن مثلا آقای بهروز وثوقی هنوز تو ذهنمونه یا خیلی بازیگرهای خوش صدای دیگه ای که داشتیم مثلا خیلی از کاراکترها با صدا شناخته میشن، یعنی اون جنس صدایی رو که میبینی خب میگه این مال اون کاراکتره و تو ذهن به قول شما میمونه. دقیقا ما تو دوبلمون هم همین بوده دیگه، یعنی یه دوبلورای خوبی داشتیم ما که کاراکترهای خاصی رو دوبله میکردن و اینا ماندگار شدن. یه چیزی هم که من منظور در مورد شما خیلی جالب هستش این علاقه شما به ادبیاته که به نظر من حتی در نوع نگاهتون، انتخاب آثارتون و حتی در بیان شما مشخصه که شما اهل ادبیات هستین، اهل مطالعه. دیدم در گفتگویی که داشتین هم صحبت کردین در مورد علاقتون به خصوص به ادبیات روسیه، چون من خودم هم نظرم اینه که واقعا همه یه ور نویسنده های روسیه و خب ادبیات سرمنشه دیگه. مثلا میشه مگه ادبیات نخوند؟ میشه مثلا اینکه نه آخه من نمیدونم آخه کسی که تو سینما تئاتره یا کسی که بازیگره مگه میشه ادبیات نخونه؟ اصلا یکی از تمرینایی که تو مکاتب جدید بازیگری هست همین خوندن رمانه، برای اینکه رمان به ما امکان تجربه زیستی میده. شما میتونید تجربیات یک آدم رو زیست کنید خیلی با قیمت کم، میتونید خودتون رو جای کاراکتر بذارید در قرن 19 هم در روسیه و آنچه بر او گذشته رو تجربه کنید. خب این تبدیل به یک تجربه زیستی میشه و این رو بازیگری ما تاثیر میذاره. ما میتونیم کاراکترهای مختلف رو بفهمیم. اما اگه میشه بازیگری رمان نخونه؟ من نمیدونم. یا مثلا فیلمسازی یا چه میدونم نویسنده رمان نخونه. ادبیات سرمنشه. ببین یکی از خب هممون میدونیم تو کشور ما میزان مطالعه کمه متاسفانه. یکی از دلایلی هم که انقدر بعضی جاها به مشکلاتی میخوریم مخصوصا تو حوزه اجتماعی همین به نظر من کمبود مطالعه است. کاملا با شما موافقم. یه مقدار هممون تو موبایل مشغول دنیای مجازی شدیم، از اون ارتزاق میکنیم. آره این یه ذره باید کتاب بخونیم، حداقل هیچ اشکالی نداره واقعا، خیلی خوبه ما بتونیم حداقل سالی دو تا کتاب بخونیم، دو تا رمان خوب بخونیم، باور کنید تاثیرش رو میبینید. چقدر زمان برای دیدن و خوندن و اینا میذارین صادقانه؟ چون دیگه معمولا تو این سنا اینقدر آدم درگیر کاره که فرصت ها خیلی کم میشه. من آخه کار دیگه ندارم، یعنی من کارم همینه، من مدام میخونم میبینم و موسیقی گوش میدم چون شغل من همینه. سفر هم زیاد میرین؟ آره تو سفرم سعی میکنم حتما با خودم این کتابا و این موسیقی ها و اینا همراه ببرم. غافل نمیشم چون اتفاقا سفر فرصت خوبیه برای اینکه آدم یه ذره به روح و روان خودش برسه، ولی من زمان زیاد میذارم. من خیلی تلویزیون خودم شخصا نمیبینم، یعنی ترجیح میدم وقتم رو با کتاب خوندن و فیلم دیدن و موسیقی گوش دادن سپری کنم. بسیاری. یه کمی میخوام بیشتر کنکاش بکنیم در احوالات شما، یه ذره احوالات شاید لایف استایل شما در واقع و سبک زندگی شما. دغدغه شما آقای منظور خارج از مسئله کار و اون چیزهایی که دغدغه هم است، درآمد، کار، نمیدونم اینا، اون چیزی که مخصوصا این روزها پس ذهن شما زیاد میاد و میره و شما بهش فکر میکنین و مسئلتونه چه چیزی هستش؟ حالا این میتونه محیط زیست باشه، آلودگی هوا باشه، مسائل کودکان، چیزی که واقعا زیاد پس ذهن شما میاد و میره و مثلا تو روز دارین کارهای مختلف انجام میدین بهش فکر میکنین. خب یکم چیز دیگه، خب یه سری از مسائلی که همه ما باش مواجهیم طبیعتا، همه ما به محیط زیست اهمیت میدیم، به مسائل کار، کودکان، ولی من همه اینا رو تو حوزه کار خودم بهش فکر میکنم. یعنی من اگر به این مسائل فکر کنم خب میگم من چه تئاتری یا چه فیلمی میتونم کار کنم که اینا توش باشه. خب دغدغه من همیشه مسائل اجتماعی دیگه، مثل خیلی از دوستان ما دوست داریم که مسائل اجتماعیمون یه مقدار رو روال بیفته، از یه مقدار از نابسامانی ها کمتر بشه و من همش مدام فکر کنم که چه کار میتونیم بکنیم، چه قصه ای میتونیم بسازیم برای این
که یه ذره یکم ما تو سینمامون میایم قصه ها رو همون جور که هست، باز برمیگردیم سر همون نکته‌ای که اولش راجبش صحبت کردیم، ما راهکار نمیتونیم ارائه بدیم، این خیلی بده. ما میایم عین همون چیزی که هست و بدترش میکنیم، آگراندیسمان میکنیم و بعد نشون میدیم به تماشاگر. بعد از دیدن اثر سینمایی در نهایت میگه که چقدر شبیه ما بود، خب. یا میگه که خب که چی؟ اثری نیست که ما تهش ما رو به فکر فرو ببره. منظورم یک ساعت نیست، منظورم که یک هفته ما رو درگیر خودش بکنه. من چند وقت پیش فیلم کشتن گوز مقدس رو دیدم، مال دانتیموس. اونم داره موضوع اجتماعی رو بررسی میکنه، حالا تو دل اساطیر، ولی فیلم یک هفته تو رو درگیر میکنه چون سوال مطرح میکنه، خب. بعد اون سوال همراه توه و باعث میشه که تو یه مقدار عمیق‌تر به زندگیت فکر کنی. تو خود چون رمان میخونی بهت میگم حتما بعد از خوندن جنایت مکافات آدم دیگه اون آدم قبل نیست، قطعا. یا همون جنگ و صلحی که گفتی آدم... حتی دمده خیلی فیلم هم همینه، شما فهرست شیندی رو میبینین، بله. مثلا آیا دیگه همون آدم قبلین؟ ما تبدیل تا ابد اون نگاه تو ذهن شما میمونه، بله. یک گام ما میریم جلو، بله. خب یه اثر سینمایی خوب اینه دیگه. من همش دارم به این فکر کنم که چجوری میشه تئاتر یا اثر سینمایی ساخت که ما رو یک گام به جلو ببره. یه مقدار همش داریم همه چی رو بد نشون میدیم تو سینما، من فکر میکنم. یعنی قائل به این واژه سیاه نمایی هستیم؟ سیاه نمایی نمیذارم. ببین من یه مثال میذارم، ترکیه کارگردان خوب داره، نوری بیلگه جیلان، حتما میشناسید، بله، بله. که خودشون میگن من شاگرد عباس کیارستمی ام. این رو نمیدونستم، آره، ولی چقدر خیلی وام داره به عباس کیارستمی، بله. بعد خب فیلم هایشون هم اجتماعیه، بله. اتفاقا نقد های خیلی صریحی هم داره، منتها هیچ کس با دیدن فیلم نوری بیلگه جیلان نمیگه ترکیه عجب جای مزخرفیه، میگه ترکیه عجب کشور زیباییه، چون ویوی که اون در واقع مناظری که داره تو فیلم نشون میده خب زیباست، ولی در دلش داره نقد اجتماعی هم میکنه. ولی ما تصویر کانسپتی که داریم از ایران نشون میدیم تو بعضی از فیلم ها خیلی جالب نیست به نظر من. خب هیچ فیلمسازی، هیچ هنرمندی تو دنیا نیست که کشور خودش رو، من به این اعتقاد دارم، اگه شما میشناسید به من بگید، من نمیشناسم، که کشور خودش رو زشت نشون بده. یعنی من از این کلمه سیاه نمایی استفاده نمی کنم، چون مال یک ادبیات دیگه، یه مال مجلس، بله. ولی دارم از این دارم به این فکر کنم کدوم فیلمساز آخه، حتی منتقد ترین فیلمسازها که دارن اصلا نقد میکنن قبول، ولی هیچ کدوم کشور خودشون رو جای بدی نشون نمیدن، جایی نشون میدن که با همه اتفاقات بد امید هم توش هست به آینده. من تمام حرفم اینه، مدل سینمایی که دوست دارم اینه. خود آقای کیارستمی خدا بیامرز که خب به هر حال سرآمد بودن در، بله. بین فیلم سازان ما همیشه این تصویر رو خیلی زیبا نشون میدادن، بعد تو فیلم خیلی انسانی، خیلی شاعرانه. اصلا تو مثلا تو فیلم ده کیارستمی رو میبینی همش تو ماشینه دیگه، بله. خب داره توی ماشین اتفاق میفته، دوتا کلوزاپ تقریبا از این مرز، ولی تو اون فضایی که داره از ایران نشون میده در نهایت با اینکه خیلی هم خیابون رو نشون نمیده، ولی فضای بدی نیست. شاید فیلم هایی داره که خیلی تلخن، خب. مثلا طعم گیلاس، خب. ولی تو اون مناظر رو قسمت همه گیلاس فیلم تلخی نمیدونه، آره، اصلا آخرش رو کاری ندارم، روند فیلم یکم تلخه. تلخ منظورم پایان تلخ نیست، روند تلخیه. فیلم طبیعتا فیلم شادی نیست، بله. در مورد خودکشی یک آدمه، ولی 6 و 8 نیست، ولی خیلیه، آره. ولی تو اون دوربین رو وقتی میبره میذاره تو اون پیچا، نمیدونم یادت ماشین، بله، بله، کاملا. اصلا تو میگی این کشور بی‌نظیره، چقدر دیالوگای اون صحنه خیلی قشنگه، اون راننده وقتی داره با در نهایت هم چی باعث میشه که خودکشی نکنه، همون دیالوگ ها، همون دیالوگ ها و اون مناظر و اون طبیعتی که وجود داره، اون درخت گیلاسی که تو فیلم مطرح میشه، این داره چی رو میگه؟ یعنی زندگی با همه تلخی ها میشه ادامه دادش، خب لذت بخشه، ما یک بار فقط فرصت زندگی داریم. خب بعضی فیلم سازا رو میبینم که خب یه تصویر مخدوش، یه مدت هم آخه مود شد دیگه این مسئله که
تصویر یه ذره، من نمیگم ما کشور گل و بلبلیم همه چی خوبه، ولی میگم که حداقل در خارج از مرزها وقتی کسی نگاه میکنه نگه ایران عجب کشوریه، بگه چقدر کشور خوبیه، ولی خب حالا مشکلاتی هم هست مثل همه جا. خب ایران واقعا کشور زیباییه، زیباست بله، و مردمان بسیار دوست داشتنی داره، بسیار مردم با فرهنگی داریم تو منطقه. ببین یه چیزی رو فراموش نکنیم، ما خیلی زودتر از بقیه کشورهای اطراف وارد دنیای جهان امروزی و نوین و مدرن شدیم. کشورهای دیگه در آسیا خیلی بدتر از ما شروع کردن، بنابراین ما پیشینه خیلی خوبی داریم. ببین من چند وقت پیش فیلم آشوب کوروساوا رو دیدم دوباره. خب فیلم سراسر خب اقتباسی از شاهلی رو، اون خشونتی که تو فیلم هست و سامورایی که میافتن به جون هم، ولی مناظری که به صورت عین تابلوهای نقاشی کوروساوا ترسیم کرده، تو این کشور چقدر زیباست، آدم کاش بتونه یه روز بره ژاپن تو این باغای ژاپنی. این جهان بینی فیلمساز هم هست، یعنی من فکر کنم فیلمسازی که جهان رو به طور کل زیبا میبینه، پدیده های انسانی رو، و حتی وقتی میاد یک به قول شما داستان تلخ هم مطرح میکنه با همون نگاه زیبای خودش مطرح میکنه. چون ببین آدم ها که میمیرن، خب آدم های قصه بالاخره میمیرن، ولی اون سرزمین که باقی میمونه. بله. خب اون سرزمین که بد نیست، خب آدمان که اون شرایط رو یه مقدار ترسناک کردن، ما حداقل تصویری که تو بک‌گراند آدم رو میزنیم باید تصویر زیبایی باشه. به نظر من کشور ما واقعا زیباست، حتی همین تهران که پر از استرسه و یه جاهایی هممون میترسیم واقعا تو این تهران از این حجم استرس و این شلوغی و این ترافیک، ولی واقعا همین تهران بسیار جاهای زیبایی داره که ما بهش توجه نمی‌کنیم. قراره که حسام منظور به دنبال اینه یا برنامه اینه یا بعد از این اینطور خواهد بود که یک سوپر استار بخواهد باشد یا یک سلبریتی، این واژه‌ای که این روزا خیلی میشنویم، یا همین زندگی که برای ما الان ترسیم کردیم که من فکر کنم هر کی گفتگو رو ببینه میتونه بفهمه که با چه لایف استایل و چه شخصیتی مواجهه، یا قراره برد به اون سمت؟ نه، من همیشه دوست دارم همونجوری که بودم باشم. نمیدونم، یعنی زندگی من یه روندی داره که نمیخوام این روند مختل بشه. من دوست دارم واقعا برم کتاب فروشی کتاب بخرم، بین مردم باشم، برم خرید کنم، زندگی عادیمو انجام بدم، با مردم تو کوچه و خیابون حرف بزنم. تا امروز هم همین روند رو ادامه دادم، یعنی خیلی جا پیاده میرم، دوست دارم پیاده برم و این پیاده روی تو شهر رو خیلی دوست دارم. آخه نمیشه، ببین ما مگه میتونیم بازیگر باشیم و بعد بین مردم نباشیم؟ چون باید نقشای همین مردم رو بازی کنیم دیگه. خب باید ارتباط داشته باشیم، نوع حرف زدنشون رو بدونیم، نوع نگاهشون به جهان رو بدونیم. ترجیح همینه که روندم رو ادامه بدم و خیلی نمیخوام جدا بشم از اون چیزی که بودم. چقدر دغدغه عدد و رقم دارین؟ منظورتون پوله؟ بله. خیلی برام مهم نیست پول. خیلی وابسته به پول این حرفه نبودم هیچ وقت. زندگی خودم رو داشتم. یعنی ارزش کارتون رو با قیمت برابر نکردی؟ نه. ضمن اینکه یه نکته هم هست. پول مهمه، ولی همه چیز نیست. شما خیلی از چیزها رو نمیتونید با پول بخرید. این تو زندگی هممون هست. اهل ورزش هم هستیم، چون دیدیم فیلم و کتاب و موسیقی و سفر و اینا بخش جدی زندگی شماست. خب نه، ورزش که من از جوانی حرفه‌ای ورزش کردم، حالا ورزش مختلف رو امتحان کردم، ولی بخشی از کار ماست ورزش. یعنی ما باید بتونیم بدنمون رو حفظ کنیم دیگه، ابزار ماست صدا و بدن، اگر رها کنیم به حال خودش خب از بین میره. چی بیشتر علاقه جدیتون بوده تو ورزش؟ من میدوام، شنا میکنم و سعی میکنم که بدنم رو فرم نگه دارم. چون دو ورزش آدمی متمرکزه، درسته؟ آره، دو میدانی. البته خب ورزش هوازی خوبن دیگه برای ما بازیگرا. ما زمان تئاتر هم
خیلی از این ورزش رو میکردیم، ناچاریم دیگه بدن بازیگر بده آماده باشه، حالا نه در حد قهرمانی ولی در حدی که خودش رو حفظ کنه. از این علاقه های خواستم دارین مثلا اتومبیل رانی و نمیدونم موتورسیکلت و این داستان؟ من ماشین خیلی دوست دارم، ماشین مخصوصا ماشین های قدیمی خیلی علاقه دارم. و آخرین سوالم از شما این هستش که دلم میخواد یک نکته‌ای درباره خودتون به بینندگان تیوی پلاس بگین که تا به حال نگفتین و دوست دارین که این رو درباره شما بدونن، یه نکته‌ای که میخواییم برای اولین بار بگین و دوست دارین درباره شما این دونسته بشه، مخاطبین شما، علاقه‌مندان شما این رو درباره شما بدونن. خب من تقریبا همه چیزو گفتم، خیلی چیز پنهانی ندارم که پنهان کرده باشم، همیشه با صداقت با اطرافم برخورد کردم، شاید جاهایی هم به ضررم بوده ولی قطعا صداقت رو نمیذارم کنار، همیشه یه جور چیز دیگه میدونیم تلاش کردم همیشه، یعنی هیچ وقت شکست رو نپذیرفتم. یه جاهایی تو زندگیم بوده که ناامیدی اومده سراغم مثل همه آدم ها، ولی اجازه ندادم که بر من غلبه کنه، سعی کردم راه همو ادامه بدم، همیشه متمرکز رو کارم بودم، به بازیگری تو 20 سال گذشته خیلی جدی فکر کردم و براش کار کردم و ادامه هم خواهم داد. پس جنگجو هستی؟ آره خیلی روحیه جنگجویی دارم با مشکلات. یکی از دوستان به شوخی به من گفت تو صخره‌ای، بعد منظورش این بود که به این راحتی رو نمیشکنم و این روحیه رو دارم. خیلی عالی. مخصوصا به جنگ تجربیات جدید میرم، ازش ترسی ندارم. خیلی هم عالی. پایان کار 16 اشک و آه یا لبخند، منتظر چی باید باشیم؟ خب اینو که نمیشه تعریف کرد، یه 7-8 قسمت مونده، اونم بذارید از سریال لذت ببریم. خودتون وقتی فیلم برداری تموم شد روز آخر احساستون چی بود؟ دلتنگ شدیم؟ گریه کردیم؟ خیلی غم انگیز بود. ما و هیچ کس هم نبود آخه، ما برگشتیم یه دونه سکانس مونده بود، برگشتیم کاشان بگیریم بعد از مدت ها 7-8 ماه گذشته بود از حضورمون تو کاشان و رفتیم تو خونه طباطبایی و بعد از ظهر هم بود، خیلی غم انگیز بود، هیچ کس نبود، اما تو اون خونه ما زندگی کرده بود. شما تنها بودیم؟ آره دیگه، برای همیشه بازیگر یه حالت احساسی هم با اطراف برد، چون من تو اون 6-7 ماه واقعا فکر کنم اینجا خونمه و باور کرده بودم و بعد ازش جدا شدم و من تنها برگشتم با علی حمید نژاد، هر دو تامون خیلی غمگین بودیم، تو حیات قدم زدیم و تموم شد. میدونی خیلی کاراست که چیز دیگه، تموم میشه تو خوشحالی، ای بابا خب دیگه، خب خدا رو شکر تموم شد، ولی این کار جزء اون کارا بود که غم انگیز بود برای هممون، چون واقعا حال کردیم، یعنی تو این گروهی که با هم بودیم زندگی کردیم با هم، تک تک بچه‌ها خیلی گروه خوبی بودیم، آدم دلش تنگ میشه برای تک تکشون. امیدوارم به زودی فصل دوم شروع بشه. نمیدونم، من فکر نمیکنم با این اوضاع، حالا باید بدید دیگه، باید دید چه اتفاقی میفته، ولی امیدوارم شروع بشه. خودم همیشه سعی کردم شرایط رو واقعی کنم برای خودم تو این سریال، نه مثلا تو صحنه‌های شکنجه که مردم دیدن، خب میشد اونا رو یه ذره در واقع با ترفندهایی گرفت، ولی من به بچه های اطرافم میگفتم واقعا تنابه رو محکم ببندن و واقعا بکشن بالا. نه بابا. آره و چون معتقدم بعضی از این اتفاقات بازتابش تو بازی مستقیما دیده میشه، ما باید بتونیم شرایط رو، این یه تکنیک تو بازیگری تو دنیا که شما سعی میکنید از محیط هم کمک بگیرید، بنابراین تو صحنه های مختلف سعی کردم که خیلی از این اتفاقاتی که دور و بر این آدم میفته کمک بگیرم برای اینکه اون حس و حال اون لحظه در بیاد. مثلا جاهایی اگه لازم بوده سردش بشه واقعا رفتم بیرون و تو هوای سرد مدت‌ها وایستادم تا این حس سرما اتفاق بیفته.
چقدر جالب، همین هم فکر کنم مخاطبم از شما گرفته این احساسو. خیلی خوشحالم آقای منظور که با شما صحبت کردیم. صحبت با هنرمندی مثل شما قطعا خیلی لذت بخشه برای هر کسی که هنر رو جدی دوست داره و دنبال میکنه. فکر کنم راجع به همه چیز حرف زدیم تا گفتگوی البته که حتما ابعاد شخصیت شما خیلی بیشتر از این گفتگوی ما هستش، که امیدواریم باز فرصت‌های دیگه و کارهای درخشان دیگه پیش بیاد که هی سرک بکشیم به اون ابعاد دیگه و اونا رو هم کشف کنیم. خیلی ممنونم از گفتگوی خوب شما، من لذت بردم. مرسی، بنده هم همینطور. من خیلی تشکر میکنم از دوستان خوبمون تو کافه آرما که به ما فضا دادن که ما اینجا بتونیم تصویر برداری بکنیم، و همینطور خیلی ممنونم از آقای مسعود شادمان و سپهر فتاحی عزیز که پشت دوربین ما رو همراهی کردن. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنیم.